خوب شد چی ازم داری میدی چپ؟ چی میگه کجه؟ کجه چیه؟ چپ میگم بعدم کجه واقعا وای خدای من الان کجه آقای محترم من همون بچگی راست و چپ همون نمیشناختم میشه بگی این ور یا اون ور؟ بله چشم بده این ور این ور آقا نگاه هم نمی کنی که آها 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 آقا این هنوز کجه که ای بابا ببخشید خانم کی باشم؟ من دارچین هستم خوشگل در این دختر شاه فریون چه قشنگ خوشبختم آقا شما اسم نداری؟ همه آدم ها اسم دارن منم اسم دارم و و و آها من اسمم محترمه خوشبختم چرا محترم؟ نه چرا بستنی؟ آها چون بستنی خوشمزه است همه بچه هم بستنی دوست دارن خود منم البته خیلی دوست دارم خیلی دوست داری؟ گوشتا بیار یا در گوشت بگم ببین آقای محترم از من به شما نصیحت اگه زیاد بستنی بخوری یه دکتر پولکی داریم میاد بهت آمپول میزنه دکتر چی؟ پولکی نگو پایه رو الان میافتم چی شد؟ بس اینا داداشی با نکن بچه باستم اگه یه بار دیگه از این کارو کنی به مامانت میگم برو به مامانم بگو خودمونم اینا هست این دست تلاک سرده دیدی سیخار خرده آره آفایی داشتی آفایی ولی اون آقای گفت اگه یه بار دیگه بیا به مامانت میگم یه بار دیگه پس نظرش اینه باشه حالا میخوای چی کار کنی؟ حالا بهت میگم بایسا بازم شما؟ آخه این چه کاریه؟ بگو خوب کردی خوب کرد من پدر
من پدر تو رو ببینم بهش میگم چی کار کردی. آخ جون بارش بگو، یا به مامانم میگی من که پسر بدیم، یا همه سیسه های مغازت رو میسکونم. باریکلا باریکلا، بده من اون تیرکمونو، بده من اون تیرکمونو. درو داشتی درو من به مامانت میگم چی کار کردی. ای وای. ای وای. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، ببخشید خانم مزاحمتون شدم، من محترم هستم، همسایه بغلیتون. آها، شما همین آقایی هستین که میخواین اینجا بستنی فروشی را بندازین؟ بله. خب خیلی خوشبختم. متشکرم. من همینطوری بچه‌هاتون اگه اجازه بدن. آقا من یه دونه بیشتر بچه ندارم. راستی کسی به شما گفته چقدر شبیه یه هنرمند معروفی؟ نه نه، تو کسی نگفته، داشتم عرض میکردم بچه‌های شما امون منو بریدن. جیم کری. آره، نه. ولی اون یه ذره دماغش سربالاتره، چشش هم درشتره، البته اون عینکی هم نیست. نه، شما سه شبیه اونم نیستی. برصد من چی میگم شما چی میگین؟ ببینم این پسر بچه‌ای که عینک ذره‌بینی میزنه اینجا بازی میکنه، ویترین مغازه منو زده رنگی کرده، پسر شماست نه؟ داداشی من واقعا شرمندم. داداشی معمولا بچه خیلی آرومیه، ولی امروز از صبح که بیدار شده نمیدونم چرا داره آتیش میسوزونه. کفشش گذاشته تو یخچال، ظرفا رو برده گذاشته تو جای کفش، لباساش گذاشته تو کابینه. نمیدونم برای چی. عجب، اون وقت ازش نپرسیدین چرا این کارا رو میکنه؟ چرا پرسیدم؟ گفتش که من حالا یه دونم این کارا رو میکنم، تصور بکن اگه دوتا باشم چه کارایی که نمیکنم. شما میدونی منظورش چیه؟ من چه میدونم منظورش چیه؟ خانم بچه شماست، من فقط وظیفه‌ام بود اینه که به شما منتقل کنم. من واقعا معذرت میخوام، هنوز نیومده، کلی افتادین تو دردسر. به باباش میگم که اومد حسابی تنبیهش کنه. نه خانم، منظور من این نبود که تنبیهش بکنیم، فقط خواستم که شما در جریان قرار بگیرین. همین. آخه باشه، تنبیهش نمیکنه، ولی شما خیلی شبیه اون موجی معروفه اینا. نمیدونم موند ایران. خانم با اجازهتون. عجب داداشی، داداشی، مگه دستم بهت نرسه؟ داداشی، بابا، پیچه رو فا کن، اونا بپیچون، خودش بره. باشه باشه، اینطور که من یه هول میکنم. بابا، هول کردن نداره که، برو بالا، یه سر برو بالاتر، برو بالا. این که همه سستور میدی اخلاق خوب نیست. بابا، دستتو بیار بیرون، این پیچ درده رو از اون وقت که این ورم داره باز کن. برو دیگه، بکشش، بعد بکش بیرون. محتم بتش بیرون. آی. چی شدی؟ آی. گیر کردم. آی. ببینم، بابا سرتو بچرخون. بچرخون از تو سر بیای دیگه. چجوری بچرخونم آخه؟ آروم باش. ببین بابا بیا کمک واسدی اونجا، هی میگی سرتو بچرخون، مگه سرخ و فلکم من؟ باشتا من الان چیخ میزنم. هوای تومت، این داداشی داره میمیره. وای چیه هوان. چیه؟ چرا انقدر جیغ و ویغ میکنی کوچولو؟ به من گفت کوچولو؟ نه 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 نه، با تو نبود که، به من گفت کوچولو. آی آی تو اینجا چی کار داری میکنی؟ آقا میخواستیم اینو خراب کنیم، گردنمون گیر کرده. آقا من شما خواهش میکنم این داداشی رو نجات بدین. شما از صبح تا حالا هر بلایی خواستین سر من آوردین، الان انتظار دارین کمکتون کنم نجاتتون بدم؟ آره نجاتمون بده. یا میگین برای چی انقدر شیطونی میکنین و این کارا رو میکنین، یا باید صبر بکنین نگهبان بیاد. باشه نگی، هر جور راحتی. بابا باشه باشه باشه، شما اول این داداشو نجات بده، بعد ما به شما میگیم همه چیو. باشه آقا آروم. یواش یواش، مراقب گوشت گوشت. آها یواش. آها دست شما در نکنه. خواهش میکنم. متشکرم آقای محترم، دستتون در نکنه. داداشی بریم کار داریم. صبر کنین، بچه خوب که زیر قولش نمیزنه. بگیم ببینم. بابا شما فیلم کردی ما یادمون رفت. نه میخواشیم خودمون بهتون بگیم. اصلا خودم میگم، اصلا خودم میگم، ما یعنی من سیده میخواستم یه کار بکنم که مامانم و بابام برن نینمون رو پس بدن. پس بدن به کی؟ به همونی که به آدم بچه میده. مامان داداشی رفته یه نینی گرفته، داداشه تو شیمتش بدر بشه. به به، این که خیلی خوبه، مبارکه. نخه اصلا
خوب نیست. نیلیا همش گریه میکنن. پیف 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 خودشون رو خیس میتونن. خیلی خیلی بوی بدی میدن. تازشم میدونی چیه؟ اونا برای خودشون یه اتاق شسخی میخوان. ما هم یه افق دیگه ای نداریم، پس مامانم و بابان سیگار میکنن. آه نصف این اتاق داداشی بیچاره رو میدم به اون نینیه. چی؟ افق من؟ بره بسه؟ آره. گریه؟ پیپی؟ من باید همین الان خیلی زود یه پسر خیلی بد بسم. من اصلا نمیفهمم این چه ربطی داره که تو بخوای پسر بدی بشی؟ ای بابا لب داره برادر من، لب داره. اگه داداشی پسر بدی بشه مامان باباش میگن ای وای چه کار اشتباهی کردیم، همین داداشی ها از شرمون زیاده، بریم اونو پس بدیم. آره اون وقت پسیمون میشن، میرن اونو پس میدن. نه همه نینیا و بچه‌ها رو دوست دارن، هر کسی دلش میخواد یه خواهر برادر کوچولو داشته باشه. وقتی به دنیا بیاد دسته کوچولوشو که ببینی، خنده‌هاشو که ببینی، تو هم دیگه خیلی دوستش داری. اصلا آقا چرا؟ چی چرا؟ چرا شما تصمیم نداری به ما کمک کنی که مامان و داداشی برود و اون نینی رو پس بدهد؟ خب بچه‌ها نگاه کنید، این همون عکسایی که بهتون گفتم. اینا هم کلاسی هستونم؟ نه اینا خواهر برادرام. شما این کوچولوه ای؟ نه این خواهرم، این منم. این که دامن پوشیده؟ نه 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 این دامن نیست، این من تو اون سال یه حالا اصلا مهم نیست. ببین قضیه اینه که من خواستم این عکسا رو بهتون نشون بدم که شما ببینید چقدر خواهر داشتن، برادر داشتن چقدر چیز خوبیه. اون موقع ما با هم بازی میکردیم، با هم کتاب میخوندیم، بعد با هم دعوا میکردیم، دوباره با هم آشتی میکردیم، حتی بعضی وقتا جای هم دیگه کتک میخوردیم، هوای هم دیگه رو داشتیم. ولی آقا من نمیخوام اصلا بازیم رو بدم به اون. نه هر بچه اسباب بازی خودشو داره. تازه اون اینه کوچولو که به دنیا بیاد براش یه عالمه اسباب بازی میخرن که تو هم میتونی باشون بازی کنی. من میتونم باش بازی بزنم؟ نه داداشی باید اجازه بده. یعنی من باید اجازه بدم؟ بله تو برادر بزرگ اون نینی کوچولو هستی و تا وقتی که بزرگ نشده تو مسئول وسایلشی. چقدر خوبه. منم یه دونه نینی دودورو میخوام. بیا بیا هنوز هیچی نساده، همه خوراکی های سهر میخوره. تازه هم به من هیچی نمیده، همه سو خود سهر و تهلا میخوره. نه عزیز من اون که الان نمیتونه چیزی بخوره، مامان دلش میخواد یه چیزایی بخوره، برای همین به بابات میگه که اونا رو براش بگیره. اینجور موقع ها به خانمی که اینجوری عامل هست چیزی دلش میخواد بخوره بهش میگن چی؟ بیبت خان. بله خانم. چاقل بادوم هم بگیر لطفا. چشم خانم. ای به چشم. ببین بیبت خان آلوچم بگیر لطفا. چشم چشم اونم به چشم. ترش باشه خیلی ترش. چشم خانم اونم به چشم. چه چیزای خوشمزه ای هم بود. داشتم چی میگفتم؟ آها بهش میگن بیار بیار آقا شان. مادرها وقتی نینی تو سیمتشون دارن حواس خوراکی میکنن، بهش میگن بیار. بله همین. اه وا دیگه از احساسی خبری نیست. چی شده داداشی؟ مامانم قراره امروز بره نینی نونو پس بده. خودت گفتی برم بهش بگم که نینی رو پس بده. آخه کسی به من نگفته بود چقدر نینی کوچولو خوبه. چرا؟ چی چرا؟ چرا شما به من داداشی نمیگین نینی کوچولو پس نده؟ چقاله بودم، چقاله شغال، چقاله، چقاله بود. ایوان ببخشید، چیزی شده؟ این صندلی هم مال توه؟ بله، با اجازتون. با اجازتون؟ آخه بی تربیت صد معبر میکنیم و پای من از 6 جا شکسته. من از دست تو شکایت میکنم. من واقعا از شما عذر میخوام. بگه کن عذر میخوام؟ من این حرف عالی نیست، من در اینجا رو تخته میکنم. ای بابا چی شده؟ من شخصا به شما تبریک میگم. این محله ما یک بستنی فروشی کم داشت که با آمدن شما تکمیل شد. خیر مقدم قدم رنجه فرمودید. خانم جان داشتم تبریک میگفتم به این آقا که بستنی فروشی زدن تو محله ما.
هیبت خان اومدم بگم که اگه میشه یه سرم بستنی بگیر. بله چشم. بله من ارادت دارم. خواهش میکنم. بعدا خدمت میریزم با یک جفت دستکش. راستی آقای محترم فهمیدم شما شبیه کی هستین. شبیه مجری مولک شو. بله. عجب. بله بله. بله خانم شما بفرمایید. چشم به چشم. بدبخت شدم بیچاره شدم ورشکست شدم. هی ویار میکنه برو بستنی بخور. برو پرتقال بخور. جانم پسرم میخوای من قولکم رو بسکنم؟ الهی من فدات بشم پسر جان. با این حرفت فهمیدم که مرد شدی. لازم نیست پسرم فقط با این حرف من له شدم. واسه چی میخوای قولکتو بسکنی؟ خب بشه همین عروس شد این شکلی از توش بشش بیرون درش بیار. تو از تو قولکت پول میکشی بیرون پسر جان؟ بله با موچین مامینا. با موچین مامینا؟ همین موچینی که گم شده خونه رو به خاطرش زیر رو کرده؟ بله بعدش هم گذاشتش تو کیف شما که مامینا اونجا پیداش کنه. بله گذاشتی تو کیف من؟ بله. الان فکر نمی کنی اگر تو کیف من پیداش بکنن چه فکری راجب بابات می کنن آخه پسر جان؟ چرا؟ گفتش که اینجوری مامینا رو به فهم کار شما نبوده بعدم بد میشه. باشه همین رفت عطر رو روشگونه و جورا باشن تا چیز زنونه دیگه کیفتون. نخون پسر جان این همه وسایل زنانه الان تو کیف منه پسرم. ببر حرفم و راضه به سکوندن قلکم با اجازتون پس میگیرم. من فکر میکنم واقعا. آقا قبل از اینکه فکر کنی احساس صمیمیت با من نکن. اصلا احساس صمیمیت با من نکن. بله بله چشم. من فکر میکنم این یه سوء تفاهمی که پیش اومده. داداشی دیگه اصلا نمیخواد پسر بدی باشه. داداشی اتفاقا میخواد پسر بدی باشه و به شما هیچ ربطی نداره. داداشی اصلا میخواد موچین بذاره تو کیف من. اصلا میخواد بگه باباش زنه. بله شما چرا ربطی داره؟ نه درست میگین. اصلا من قصد دخالت نداشتم. نمیکنم دخالت. اصلا همه چیز زیر سر شماست. همه چیز زیر سر. من میرم برمیگردم. دوست دارم شما رو اینجا نبینم. این بساط رو جمع کن از اینجا برو آقا. به من چه ربطی داره؟ شما مشکلتون با من چیه؟ مشکلم میدونی با تو چیه؟ از وقتی که تو آمدی تو این محله ویاره خانم بنده دوبل شده. دوبل. میفهمم. ولی من قول میدم که از فردا دیگه سر و صدا نکنم. همه چی در آرامش و آروم. بله چشم. چشم. باش. چرا؟ چی چرا دختر جان؟ چون که خانوم بنده شاتوت دوست داره منم میرم برای شاتوت بگیرم. من شاتوتی دارم برای براتون میارم. آقا لازم نکرده. آقا بستنی های شما رو دوست داره خانوم بنده. بابا بله پسرم میشه برای من و دارتینم بستنی بخری؟ خیلی بستنی از خوشمزه. آره برای همینو میگم. میگم نینی خیلی هم خوبه برای همین. یک اگه من حرفی زدم شما نمت شدی دو اگه نینی به نظر شما بیاد بهتره بیاد نسته هم اگه شما فکر میکنی که قرار بیاد تو اتاق من. مامینا خدا میری میخوام برم نینی رو پس بدم دیگه. نه خواهش میکنم نه مامینا. اون نینی کوچولو مگه مال ما نیست؟ قرار من مسئول اسباب بازی هست باشم. آخه نینی دیگه دلش نمیخواد که داداشی مثل شما داشته باشه. خودت گفت چرا نمیخواد؟ برای چی نمیخواد؟ برای اینکه میگه داداشی همه بچه های محل رو اذیت کرد. نه اشتباه میکنه. اذیت نکردم. همه اصلا علکی بوده. شما که با من نگردی مامینا. به نینی بگو داداشی خیلی پسر و داداشی خوبیه. خب به شرطی پیشت میمونه که شما بری از تمام اون کسایی که اذیتشون کردی معذرت بخوای. اون وقت نینی میمونه مامینا. اگه شما کارو که گفتم و درست انجام بدی بله میمونه. مامینا ببخشید عزیزتی. من شما رو خیلی اذیت کردم. قربونه تو برم. نه تو پسر خوبی هستی مامینا. جونم اگه میخوای نطق منو بدیم به نینی عزیزم من رو مر میخوابم. قربونه برم. میمونه پیسمون؟ میمونه؟ آره میمونه. میمونه. بفرمایین بفرمایین. به خاطر افتتاح کافه مروارید همه بستنی میمونه منی.
بفرمایین. خدا داداش. لبو خونه دار و بچه دار بیا و لبو گرم و تازه لبو بیا لبو بدبخ شدم. بچه ها با هم جور آدم ها از هم دور لبو بخور که درمانه لبو یه داغ و شیرینه مخصوص جناب خانه هرکی خورده یه بار از این لبوه مشتری شده پر از نشاط و شادی و از غصه ها بری شده تو بیت آخر بسانم یالا بودو با ما بگو لبو 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 شب آسمونه اینجا ستاره بارونه